سلام دوستان، خوش اومدین. بدون هیچ حرف اضافه ای بریم سراغ موضوع این ویدیو. قبل از اینکه راجع به این موضوع صحبت بکنیم، من نه متخصص تغذیه‌ام، نه پزشکم و نه متخصص طب سنتی هستم. خیلی ساده فقط اومدم یه سری اطلاعات درستی رو که میدونم درست هستش و بعد همه بدونن رو در اختیار کسایی بذارم که ممکنه ازش بی اطلاع باشن تا بتونه جون خیلی از افراد رو نجات بده. در ضمن موضوع دیگه‌ای که باید بگم این هستش که چیزایی که توی این ویدیو گفته میشه چیزایی نیستن که باعث درمان این بیماری بشه، فقط چیزایی هستش که باعث میشه از این بیماری پیشگیری بشه و از خودتون بیشتر مراقبت کنید تا به این بیماری دچار نشید. پس ما اینجا به زبان ساده میام چند نکات ایمنی رو برای شما مطرح میکنیم که دونستنش بسیار بسیار حیاتی هستش. نکته اول نکته زدن ماسکای معمولی هستش که میبینم خیلی از ایرانی ها دنبال خرید ماسکای مختلف هستن با قیمتهای خیلی گرون و نجومی، دنبال خرید ماسک هستن تا بتونن از این ماسکا استفاده بکنن و از گرفتن این ویروس و انتقال این ویروس جلوگیری بکنن و یه کاری بکنن که این ویروس بهشون منتقل نشه. در صورتی که زدن این ماسک هیچ تأثیری در انتقال این ویروس نداره، پس زدن ماسک هیچ فایده نداره و علکی دنبال خرید اینجور ماسکای معمولی با قیمتهای نجومی نباشید. نکته دیگه استفاده از آنتیبیوتیک هایی هستش که میبینم خیلی از مردم شروع به خوردن آنتیبیوتیک میکنن که اگر ویروسی دارن یا احتمال داره که داشته باشن این رو از بین ببرن. دوستان، آنتیبیوتیک همونطور که از اسمش مشخصه داروی ضد حیات هستش که برای از بین بردن انواع باکتری استفاده میشه، نه برای از بین بردن ویروس. ویروس در واقع چیز زنده ای نیستش که شما بخواید با مصرف آنتیبیوتیک از بین ببرینش. پس اصلا خودتون رو به قرص و دارو نبندید، به هیچ نوع آنتیبیوتیکی خودتون رو نبندید، چون استفاده از اینجور چیزا هیچ تأثیری در از بین بردن این ویروس نداره. همونطور هم خوردن سیر، خوردن زنجبیل، اسفندود کردن و اینجور چیزا که فکر میکنید با خوردن اینها میتونید این ویروس رو از بین ببرید و بکشید، بازم فایده نداره، چون همونطور که گفتم این ویروس موجود زنده ای نیستش که با اینجور آنتیبیوتیکا، در واقع خوردن سیر، پیاز، زنجبیل، اینا هم یک نوع آنتیبیوتیک های طبیعی هستن، اینا نمیتونه کمکی بکنه برای از بین بردن این ویروس و کشتن این ویروس، چون این ویروس اصلا زنده نیست که شما بخواید بکشید و از بین ببریدش. خوردن اینجور چیزا و آنتیبیوتیک های طبیعی برای از بین بردن باکتری هستش، نه ویروس. خب پس چی هستش؟ به زبان ساده در واقع مثل خیلی از ویروس های دیگه از جنس یک نوع لیپید، یعنی یک نوع چربی طبیعی هستش و اگر این چربی طبیعی از بدن این ویروس گرفته بشه، این ویروس اتوماتیک از کار میفته و یکی از ساده ترین کارهایی که میشه انجام داد برای از کار انداختن این ویروس استفاده از مواد شوینده و مواد از بین برنده مثل صابون، مثل انواع شوینده های دست و صورت هستش که به راحتی و به سادگی میتونه این ویروس رو از کار بندازه. پس شستن دست و صورت برای همین بسیار زیاد توصیه میشه برای اینکه بشه این ویروس رو از کار بندازه. بعضی از دوستان میگن که استفاده از نمک میتونه باعث از بین رفتن این ویروس بشه. استفاده از نمک برای از بین بردن باکتری توصیه میشه و نه ویروس، چون نمک به خاطر خاصیتی که داره وقتی روی چیزی زده میشه مایع سلولی اون باکتری یا هر چیزی رو میکشه بیرون و اونو خشک میکنه و از کار میندازه و میکشه. باز هم اینجا ما با ویروس طرف هستیم و نه با باکتری، پس نمک روی ویروس هیچ تأثیری نداره. در ضمن دوستان، اگر شما از نظر بدنی کاملا سالم هستید و سیستم ایمنی خوبی بدنتون داره، اصلا نیازی نیست که پنیک بکنید و از این ویروس بترسید. این ویروس از ویروس آنفلانزایی که کشنده هستش خطرناکتر نیستش و اگر واقعا از سیستم ایمنی خوبی بدنتون برخوردار باشه میتونه به راحتی با این ویروس مقابله بکنه.
این ویروس بیشتر برای اون دوستانی خطرناک هستش که سن بالا هستن و سیستم ایمنی بدنشون ضعیف شده و یا مشکلات قلبی و عروقی دارن یا مریضی خاصی دارن که باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدنشون شده، مثل آسم، مثل دیابت، مثل سرطان و یا کسایی که بیماری MS دارن. اینجور افراد باید بسیار بسیار مراقب گرفتن این ویروس باشن، چون سیستم ایمنی بدنشون ضعیف هستش، این ویروس میتونه بسیار بسیار برشون خطرناک باشه. پس با تمام صحبتهایی که اینجا کردیم به کدوم نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که اگر شما سیستم ایمنی بدنتون رو قوی بکنید و از خودتون مراقبت بکنید، خود بدنتون به راحتی میتونه با این ویروس مقابله بکنه. اگر سیستم بدنی ما خوب کار بکنه و کاملا سالم باشیم، بدن ما به صورت معجزه آسایی میتونه در مقابله با بسیاری از باکتری ها و ویروس ها خودش رو درمان بکنه و از خودش دفاع بکنه. پس سعی بکنید با خوردن انواع میوه‌جات، سبزی ها، ساپلیمنت هایی مثل ویتامین C، ایمنی بدن خودتون رو تا اونجایی که میتونید بالا ببرید. پس رژیم غذاییتون رو رعایت بکنید، از خوردن غذاهای بد و غذاهایی که سیستم ایمنیتون رو ضعیف میکنه در حال حاضر حداقل خودداری بکنید. میوه‌جات و سبزیجات و ساپلیمنت های زیادی رو توی رژیم روزانه غذاییتون بگنجونید تا سیستم ایمنی بدنتون تقویت بشه. شما اگه همین کار رو بکنید، بقیهش رو خود بدنتون میتونه هندل کنه. 14 روز دوره داره تا بتونه خودشو کاملا بروز بده توی بدن. پس اگر به سرماخوردگی خفیف هم دچار شدید، جدی بگیرینش، خودتون رو تو خونه نگه دارید، حتی امکان به جاهای عمومی نرین و با افراد در تماس نباشین تا این دوره رو بگذرونید و خیالتون راحت بشه. دوستان، بیماری ها و ویروس های از این قبیل زیاد اومده و رفته، نیازی نیستش که پنیک بکنید و بترسید، فقط از خودتون مراقبت بکنید. بیماری هایی مثل آنفلانزای خوکی، آنفلانزای مرغی، بیماری ابولا و غیره و غیره اومده و رفته و اصلا نیازی نیست که بترسید. همین نکات ساده و واقعا به نظر ساده که میاد، اگر رعایت بکنید، بسیار بسیار میتونه تاثیر بذاره روی اینکه از گرفتن این ویروس پیشگیری بکنید. در ضمن دوستان، اگر به این ویروس دچار هستید یا سالم هستید، هیچ فرقی نمیکنه، هر دو طرف باید رعایت بکنن، مراقب باشن و کنترل بکنن موارد مختلف رو تا این ویروس بگذره. در ضمن دوستان، چیزی که من متوجه شدم و شنیدم این هستش که این ویروس بیشتر توی آب و هوای سرد فعال هستش و با رسیدن آب و هوای گرم و فصول گرم کم کم از کار میفته و خوشبختانه داریم به فصول گرم نزدیک میشیم. این مراقبت ها رو بکنید و سیستم بدنی خودتون رو تقویت بکنید تا به فصول گرم نزدیک بشیم و این ویروس هم بگذره. تا برنامه های آینده مراقب خودتون باشید.